سلام عرض میکنم. سلام خانم. اولا تبریک میگم بین آقای صفری، این جوان رشید ایرانی که انقدر قشنگ، انقدر با وقار و انقدر سنگینه. من خودم از آمریکا خدمت شما زنگ میزنم، دامادم سرجن پلیس تو امریکا. بله. و من این آقایی که اومدوی خط صحبت کردن، حتی اگر پسرشون یه همچین حرف بیادبی راجب سگ میزنن، این آقا نباید تکرار کنن. ما متاسفانه اینجا، منم با این مسائل روبرو، فکر میکنن که اینجا هر کاری ما ایرانی ها باز بکنیم، پلیس ها باز ما رو ناز کنن، یه چیزی هم به من بسی بدن که چرا قرمز رد شدیم، از استاپ ساین رد شدیم یا هر بیه. من به خدا رو تعصب دامادم نمیگم، ولی من در این مملکت اگر پلیس نباشه فکر نمیکنم 24 ساعت ما بتونیم زندگی کنیم. وقتی که این جوانای چه امریکایی چه پلیسای ایرانی تو این داستانها کشته میشن واسه دستگیری این سارقین قاتلی، آیا یک نفر میاد که دست شما را درد نکنه؟ همش ما دوست داریم اون جنبه منفی رو بگیریم. بله من رو صفای رد شدم، امکان نداری همچین پلیسی همچین حرفایی بزنه. من باور نمی کنم و با آقای صفری هم تبریک میگم، امیدوارم که همیشه خوب و سلامت باشه. لطف کردید سلام ما رو به پسرتون برسونید. دامادم اینا رو پسر میمونه در حال. بله فرق نمی کنه. قربون شما. لطف کنید، تو خطا خیلی شلوغه، اگر لطف کنید مثل این خانم محترم که از آمریکا زنگ زده، از هموطنمون، سوالاتون رو مختصر مفید بگید تا به همه برسن. متشکرم. سلام بفرمایید. سلام عرض می‌کنم قربان. الو. الو بفرمایید. سلام. الو بفرمایید قربان. اینجا تلویزیونه دیگه نیست؟ فکر کنم بله، تلویزیون شما هم رو خط هستیم، بفرمایید. من میخواستم با جناب آقای صفری صحبت کنم. خواهش میکنم بفرمایید. ایشون هستن. من صداتونو میشنم. بفرمایید. خواهش میکنم. الو سلام علیکم. سلام عزیز خوبان، حالتون چطوره؟ من عرض کنم که در مترو اینا فلایر تخریب میکنم، سنم 80 سال. جناب الو با شما هستیم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام عزیز خوبان، صداتون میادش، بفرمایید. خواهش میکنم. من میخواستم عرض کنم که بگم که من فرایر توزیع میکنم، 80 سالمه. خسته نباشید. میخواستم لطف بکنید که اجازه بدن ما تو این سرما نریم تو خیابون فرایر تقسیم کنیم. فرایری که مال بیمه هاست، اونایی که بیمه دارن میان استفاده میکنن از بله. میخواستم خواهش کنم که یه به وسائلی فراهم بکنن که ما بتونیم داخل مترو و داخل اصلا ایستگاه‌های اتوبوس اینجا بتونیم از این فلایرها توضیح کنیم برای مردم که نتی بیمه هستن بیان استفاده بکنن از. خیلی ممنون، متشکر. صدا پیامشون از جوابتون از تو تلویزیون بشنوید لطفا. باشه باشه، متشکر. شما الان جواب بدید یا همه رو بگیرم تلفن؟ بذارید تک تک جواب بدم که مردم یادشون نره. حضورتون عرض شود که قوانینی که در مترو هستش توسط پلیس تدوین و تعیین نمیشه. مترو خودش یا تی تی سی که هستش قوانین خاص خودشون رو دارن و شما موظف هستید که به این قوانین احترام بذارید. پلیس، ما مجری قانون هستیم. وظیفه ما تدوین و اجرای قانون، شهرداری این کارو میکنه، شهرداری میکنه یا همون تی تی سی برای خودشون قوانین خاص داخلی خودشون. بله شهرداری. بله بفرمایید. با سلام بفرمایید. الو 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 بفرمایید. سلام. سلام. سلام میکنم خدمت آقای صفوی، ممنون از این واقعا برنامه هایی که دارین، خیلی مفید هستن، من تشکر میکنم. من سوالی داشتم از جناب صفوی در مورد قانون درینک اند درایو.
چون در واقع این مسئله برای پسر خود من اتفاق افتاده، بار اولش بوده. آفیسری که ایشون رو گرفته، من نمیدونم چطور با پسر من رفتار کرده که تقریبا حدود یک سال و نیم از اون مسئله میگذره، با وجودی که الان بهش زنگ زدن که بیا لایسنست از ساسپنشن در اومده و برای گرفتن لایسنس اقدام بکن، ولی به قدر این بچه دچار حالت دپرشن شده بعد از اون مسئله، چون مرتب با وجودی که بچه یه که توی مملکت درس خونده، مدرک مهندسیشو گرفته، میگه اون آفیسری که اون شب من گرفته به من گفته که تو دیگه توی مملکت نمیتونی کار کنی، نمیتونی درس بخونی، و به اصطلاح خیلی خیلی بهش توهین کرده. ما خیلی از این مسئله به اصطلاح در عذاب بودیم در تمام این مدت، و الان هم هرچی بهش میگیم که خب دیگه تقریبا 2 سال گذشته از اون مسئله و بهت زنگ زدن گفتن که بیا لایسنستو بگیر، حالتی پیدا کرده که میگه اصلا من توی مملکت نمیتونم زندگی کنم، نمیتونم کار کنم. من میخواستم خواهش کنم راجع به این قوانینی که اخیراً شامل حال این عده میشه آقای صفوی لطف بفرمایند و توضیح بدن. ممنونم. اگه سوالی ندارین من از تلویزیون گوش میدم. اتفاقا نکته خیلی خوبی خانم عزیز اشاره کردید. مسئله درینکینگ اند درایوینگ یکی از مسائلی هستش ما اصلا شوخی نداریم باهاش. خیلی جدی برخورد میکنیم با این قضیه. علتش هم میگم که چی هستش. ما سالیان هر سال تعداد خیلی زیادی رو داریم در همین کشور جونشون رو از دست میدن به خاطر مشروب خوردن، یا در حادثه های رانندگی هستن که مشروب خوردن اینوالو بوده. بنابراین هیچ وقت از افسر پلیس انتظار نداشته باشید که به شما ارفاق بکنه و با شما مثلا اون همکاری‌های لازمی که شما انتظار دارید باهاتون داشته باشه. به عنوان یک مجرم با شما برخورد خواهد شد، کسی که اگه مشروب بخوره در این کشور. علتش هم اینه که میگم ما داریم روزانه میبینیم که چه تصادف‌های انجام میشه، مردم چجوری جونشون رو از دست میدن به خاطر این ناملایمتی که در مشروب خوردن دارن. شما قضیه رو باید الان با مینیستر آف ترانسپورتیشن پیگیری بکنید واسه گرفتن درایوی لایسنس. البته خوشبختانه نیست که لغو گفتن تموم شده ساسپنشنشون. بله اگه که حل شده، به هر حال واسه بچه‌تون من فکر میکنم که یک کسی که مشاور باشه بشینید باهاش صحبت بکنید، اون حالت میموری بد از ذهنش بتونه خارج بشه توسط یه مشاور روانشناس. اینا کسانی هستن که متخصص این قضايا هستن. ولی من خواهش میکنم از پدر مادرها اصلا از بچه هاتون طرفداری نکنید برای اینکه این جرم سنگین رو انجام بدن. جرم جنایی هستش. این جرم ترافیکی نیستش که شما یه پولی بدید بعد بتونید آزاد بشید. اگه اون افسر پلیس بهشون گفته که شما تو این مملکت دیگه کار نخواهی کرد، دیگه زندگی نمیتونی بکنی، این یه اطلاع رسانی هستش، توهین نیستش. اطلاع رسانیش به این خاطره که وقتی شما کریمینال رکورد داشته باشی خیلی جا استخدامتون نمیکنن، اصلا شاید آمریکا براتون ندن، شاید دوباره نتونی شما خیلی شغلای دیگه بگیری، شاید درس نتونید بخونید، خیلی از کالج‌ها شما قبول نمیکنن. معلومه که زندگیتون آپساید داون وارونه خواهد شد به خاطر یه جرم سنگینی که هستش. اینی که ایام کریسمس هستش، من خواهش میکنم از دوستان عزیز که اگر وارد مهمونی ها میشین مصرف مشروب الکلی تصمیم گیری که داشته باشید، حتما یا با تاکسی برگردید خونه، یا از کسی بخواید که شما رو برسونتتون خونه، یا اصلا همونجا بخوابید، فقط پشت ماشین نشینید. واقعا ما دیگه این قضیه باید به صفر برسونیم تعداد افرادی که کشته میشن و تعداد افرادی که جراحت سنگین دارن، کسانی که روی صندلی چرخدار باید بشن بقیه عمرشون. آقای صفوی، اتفاقا همین چند وقت پیش ما تو برنامه اعلام کردیم یکی از هموطنان ایرانیمون که ایشون 4 بار رانندگی کرده بود تو مستی و زده بود، یک قهرمان مربی فوتبال هم بودش و ایشونو به اصطلاح فلجش کرده بود، تو قاضی بهش 7 سال زندان دادش و این خیلی تاسف آوره. در حال ایشون هم مهندس کامپیوتر بودن و کار میکردن. و از این موردا زیاد داریم. ببینید در مورد چیز اتفاقا ما انتقادی که به پلیس داریم، یعنی قانون داریم، اینه که حتی باید زیر، مثل بعضی از کشورهای اروپایی باید زیر الکل باشه، چون جون مردمه.
ببینید کشوری مثلا که هر کی میرن هر جا دیگه، بدترین جا که باشه از تورنتو تا ریچمونتیل تاکسی $60-$70، تازه اتوبوس هم هست، میشه شب با اتوبوس اومد با $6 رسوند خودشو. با جون مردم اصلا نباید شوخی کرد. البته ما خیلی متاسفیم که همچین حادثه‌ای برای این هموطنمون پسرش پیش اومده. تکرار نشه، تکرار نشه، دنیا به آخر نرسیده. ولی من از همه ایرانی خواهش میکنم که این روزها روزایی که مهمونی میرن میان شوخی نکنن با جون مردم، با آینده خودشون بازی نکنن، از این قدبازی هم در نیارن که مشروب بخورن رانندگی بکنن، چون نه پلیس تحمل میکنه نه کامیونیتی میتونه ازشون دفاع بکنه. یعنی ببینید هیچ جای دفاعی نمیگذارن که بخواد. شما وقتی یه نفر تصادف بشه، یک نفر کشته شه، چه توقعی واقعا کامیونیتی ها میتونه بره مثلا از اون آدم دفاع بکنه؟ این اتفاق افتاده، نه خیلی هم هست. بعد دقیقاً شما همین الانی که من دارم با شما صحبت میکنیم، برنامه لایو هستش، ببینید وارد نیوز الان همین امروز چک بکنید، سیتی نیوز رو چک بکنید، یه خانومی که مشروب خورده بود در گاردنر اکسپرس دیشب تصادف کرد و وارد گاردنر ماشینش هم آتیش گرفت، شانس بود خودش نسوخت به خاطر اینکه مشروب خورده بودش. روزانه در اخبار هستش، اصلا چیز نیستش ما بخوایم باهاش شوخی بکنیم. زمانی که مصادیق پلیس و قانون مشخص شده و چارچوبش معلوم هستش، ما دیگه با مردم شوخی نداریم، چون جون مردم در خطر هست. من البته خطا خیلی زیادی هستم خدمتتون عرض کنم. دوستان همین ماه گذشته بود یکی از کانسولر اعضای انجمن شهر وان، نه اعضای انجمن شهر آرورا، مشروب خورده بود، این شغلش در خطره. همچنین دو هفته پیش بود یکی از نمایندای مجلس مال محافظ محافظه‌کار مشروب خورده بود، مجبور شد از حزب استعفا بده. یعنی اگر یکم فشار زیاد بشه اصلا مجبور از کرسی نمایندگی هم استعفا بده. هیچ کس واقعا شوخی نیست، نه اصلا بذار هیچ کسی شوخی نمی‌کنه و افکار عمومی هم این چیزو نمی‌پذیرن. اجازه بدید یه خط دیگر رو بگیرم من. بفرمایید. سلام عرض می‌کنم، بفرمایید رو خط هستید. الو الو بفرمایید. سلام عرض میکنم. با تشکر از با تشکر از جناب سفری، میخواستم این سوال رو بکنم که که من حدود حدود سال 2006 یه به اصطلاح فامیلی، به علت فامیلی اسالت مرتکب یه اشتباهی شدم و این وارد پرونده من شد. میخواستم و به من گفته بودن که من نمیتونم سفر بکنم و الان از سال 2006 حدود 7 سال گذشته. میخواستم ببینم که آیا من حالا میتونم به آمریکا سفر بکنم یا اون رکورد من هنوز رو هست و هر جا که در فرودگاه برم میبینن، یا اینکه اون اشتباه من بیشتر از این باعث دردسر من نمیشه. خیلی ممنون، جوابشو بشنوید لطفا. متشکر، مرسی، سپاس. ببینید دوست عزیز، اگر واسه اینکه بخواید ببینید که شما سوء پیشینه یا کریمینال رکورد دارید، باید به یکی از پلیس‌های محلیتون مراجعه بکنید. پلیس کلیرنس چیزی هستش که شما باید تقاضا بکنید، یه مبلغ ناچیزی. سوء پیشینه البته. این سوء پیشینه به زبان فارسی هستش، یه مبلغ ناچیزی پرداخت می‌کنید و پلیس کتباً بهتون اعلام می‌کنه که شما هنوز سوء پیشینه دارید، پاک شده هستش یا نیستش. و جای دیگه هم که میتونید مراجعه بکنید، پاردن کانادا هستش که اگر سوی پیشینه دارید اونجا میتونید تقاضا بکنید که این سوی پیشینه از روی پرونده‌تون حذف بکنن و برای مسافرت به آمریکا مشکلی نداشته باشید. و اینم زنگ خطری باید باشه برای بقیه شهروندان عزیز که اگر جرمی مرتکب بشن و سوی پیشینه داشته باشن، سفرشون به آمریکا دوچار چالش خواهد شد. با سلام، بفرمایید. سلام، من روی لاین هستم. بله بفرمایید. اصلا بشید خدمت شما آقای سفری. سلام عرض بکنم. من تو همیلتون زندگی میکنم، یه مستاجر داشتم که ایشون چند ماه رنتش رو نپرداخته بود. خلاصه من رفتم دادگاه و این آقا رو از خونه بیرون کردم. این آقا به من تهدید کرد و من دو تا شکایت از این آقا دارم که این منو تهدید کرد به مرگ و بچه‌هامو تهدید کرد.
خالص به پلیس مراجعه کردم. پلیس بعد از که موف کردن از خونه من رفتم بیرون، پلیس اینو پیدا کرد، به من زنگ زد و گفت که اینو پیدا کردیم و شما باید در فلان تاریخ بیاید دادگاه. این یه شکایت بود که من از یه آقا داشتم. شکایت دوم هم این بود که این حدود 5,000 دلار 6,000 دلار به من بابت رند و دمش کردن خونه بدهکاره. پوینت من اینجاست، از اون آقای، از اون خانم پلیس و دو تا آفیسر که اومدن بیه خونه صحبت به من رو نوشتن، کاراشو انجام دادن و رفتن اینو دستگیر کردن، خواهش کردم آدرس اینو به من بدن. ایشون گفتن ما نمیتونیم اطلاعات شخصی رو بدیم. دقیقا در صورت که من الان دادگاه، اگر شما اظهار داشته باشین، آقای سفری اسمال کورت از سال 2012 قرارشون بر این شده که شما اگر آدرس یکی رو نداشته باشی و اگر ازش شکایت بکنی، کسی پیگیری نمی کنه اینو، فقط به عنوان رکورد میذارن توی اسمال کورت. من آدرس این آقا رو نمیدونم، آدرس این آقایی که به من 5,000 دلار بده کنه. از اون ور پلیس اینو دستگیر کرده و من باید 22 ژانویه برم کورت. خب اینا همه فکر میکنم با هم در ارتباط باشن. من از من پاسختون رو میدم دوست عزیز، برم که از مثلا آقای سفری که این آقا رو دستگیر کرده اینو آدرسشو بگیریم که من بتونم کلیم بکنم رنتی که به من نده. خیلی ممنون از لطفا. نمیدونم من چجوری آدرس اینا رو پیدا کنم، اون 5,000 دلاری که میخوام حتی وکیلم هم نمیتونه این کار بکنه. بابا شما من دوست کنم لطف کردی. ما یه قانونی در کانادا داریم به اسم پرایویسی اکت. این پرایویسی اکت دست و بال پلیس رو خیلی میبنده. چیزی هم نیستش که ما بتونیم این قانون رو عوض بکنیم. قانون سر جاش هستش، ما موجوش هستیم. طبق قانون پرایویسی اکت ما اجازه نداریم اطلاعات شخصی مردم رو به دیگران بدیم. تفاوت هم نمیکنه در چه مرحله‌ای باشه و چه شکایتی باشه. حالا شما راه دارید. من ترجمه میکنم که وکیلتون شما نتونسته راهنمایی بکنه. شما باید برید پرایوت اینوستیگیتور، دنبال کسانی بگردید به اسم پرایوت اینوستیگیتور. بله، کارگاه خصوصی. کمپانی هایی هستن که اینا خصوصی هستن، اینا راههایی دارن برای گرفتن و پیدا کردن آدرس شخصی مردم. حالا چجوری عمل میکنن من اینجا خیلی توضیحشو نمیدم، ولی راههای قانونی دارن که اینا میتونن انجام بدن. هزینه‌ش هم باید شما بدید و طبیعتاً طبق قوانینایی که در اسمال کلیم کورت هستش، شما همه این بیلا رو میتونید بندازید گردن همین آقای مسجرتون. یعنی نهایتاً شما میرید این پولا رو بعداً از ایشون خواهید گرفت. ولی اینکه انتظار داشته باشید پلیس این اطلاعات رو به شما بده، این نقض قانون آشکار میشه توسط پلیس و متاسفانه ما این کار نمیتونیم بکنیم. دوست عزیز آقا لطفاً کنید رفتید دادگاه اینا حکمش هم بفرستید، من اینجا واقعاً برای چیز میکنم و میذارم تو اینجا، اگه دادگاه حکم داده باشه میذاریم تو این افرادی که واقعاً تو کامیونیتی به هر دلیل آدمایی هستن که باعث میشن که به بقیه هم اعتبار کامیونیتی رو از دست بدن، همین که به بقیه آسیب برسونن، بایستی بقیه هم در موردشون بدونن. از من گفتم که قانون